به نام خدا. سلام، فرشید شیرافکن هستم. آموزش ساختمان داده‌های پیشرفته رو به سفارش مجموعه خوب فرادست براتون آماده خواهم کرد به امید خدا. پیش نیازش هم ساختمان داده‌هایی هستش که با فرادست تهیه کردم و تحت عنوان ساختمان داده‌های تئوری عملی ارائه شده. سرفصل های این درس ساختمان داده پیشرفته این 5 فصل هستش که در فصل ششم هم تسای کنکور ارشد و دکترای مرتبط با این 5 فصل رو بررسی خواهم کرد. در فصل 1 تحلیل سرشکن داریم، در فصل 2 مجموعه های مجزا یا جدا از هم، فصل 3 سن و درخت رو مطالعه میکنیم، درخت قرمز سیاه، درخت مرتبی آماری و درخت بازه، فصل 4 درخت 2-3 و درخت بی، فصل 5 آخرین فصلمون هرم حداقل حد اکثر، دیپ، تریپ و هیپ 2 جمله‌ای رو با هم بررسی خواهیم کرد. فصل اول تحلیل سرشکن. قبل از اینکه تحلیل سرشکن رو خدمتتون آموزش بدم، یه مقدمه ای از مطالبی که شما تو درس ساختمان داده مقدماتی و طراحی الگوریتم در واقع باش آشنا شدین رو با هم مرور میکنیم. کلن اهداف تحلیل الگوریتم ها چی بود؟ چی میشد که شما یه الگوریتمی رو تحلیل میکردید؟ با چه هدفی؟ 2 هدف رو میتونیم در حالت کلی عنوان بکنیم. شما الگوریتم ها رو تحلیل میکنین تا بتونین پیش بینی کنین و بررسی کنین در واقع چی رو؟ 2 موضوع رو پیش بینی کنین. زمان اجرای یک الگوریتم رو، زمان اجرای الگوریتم ببینید که چقدره، و همچنین میزان حافظه مصرفی الگوریتم ببینید چقدر هستش. پس یکی از هدفهامون پیشبینی زمان اجرا و حافظه مصرفیه. یکی از هدفهامونم مقایسه هستش. مقایسه چی؟ مقایسه الگوریتم‌های مختلف برای حل یک مسئله از نظر میزان چی؟ کارایی. مثلا ببینیم که من میخوام جستجو بکنم و این جستجو با چه الگوریتمی بهتره؟ کدوم الگوریتم کارایی بیشتری داره؟ پس ما با این اهداف میریم سراغ تحلیل الگوریتم‌ها. حالا عواملی که مؤثر هست در زمان اجرای یک برنامه رو اینجا خدمتون بگم. ما وقتی میخوایم یه برنامه رو کامپیوتری اجرا بکنیم، یکی از عوامل مؤثر سرعت اون CPUه. مثلا کامپیوتر شما CPUش 2 سریعتر از کامپیوتر منه. طبیعتاً برنامه یکسانی رو روی کامپیوتر شما اجرا بکنیم، رو کامپیوتر من هم اجرا کنیم، میبینیم که زمان اجراش تو کامپیوتر شما نصفه، چون CPUتون سریع‌تره. یا همچنین نوع کامپایلر و زبان برنامه نویسی مهم هستش. این در واقع عوامل مهمی هست در زمان اجرای یک برنامه. کامپایلر شما سریع‌تر کار میکنه، پس برنامه توی کامپیوتر شما زمان اجرای کمتری خواهد داشت. از عوامل دیگه N هست، یعنی اندازه ورودی مسئله. طبیعتاً وقتی که من 10 عدد رو میدم به الگوریتم سورت بکنه، با وقتی که 1000 عدد رو میدم سورت کنه، زمان اجرا فرق میکنه دیگه. پس اندازه ورودی در زمان اجرایی برنامه مؤثر هستش. یکی از عوامل دیگه هم پیچیدگی الگوریتم هستش، که این پیچیدگی الگوریتم هم در واقع در زمان اجرایی برنامه مؤثر هستش. وقتی یک الگوریتم ذاتاً پیچیده هستش، این روی زمان اجرا اثر خواهد داشت و این پیچیدگی یک مفهوم انتزاعیه و به زبان برنامه نویسی و سخت افزار هم در واقع ارتباطی نداره و معمولاً اون رو به صورت تابعی از مشخصه های مهم داده های ورودی مسئله تعریف می کنن. و عوامل دیگه هم مؤثر هستند در زمان اجرای برنامه ها. و حالا اگه شما یادتون باشه، من اومدم مرتب سازی درجی رو در درس طراحی الگوریتم کامل و مفصل تحلیل کردم. دیدیم که در زمان در حالت های میانگینش و حالت خوبش و حالت بدش چه رفتاری در واقع از خودش نشون میده. و حالا این تحلیل ها رو دیگه ما اینجا انجام نمیدیم و اگه علاقه مند هستید میتونید به اون آموزش مراجعه بکنید که اینها را مبحث مورد نظر ما نیست و داریم یک مروری میکنیم که ببینید که الگوریتم ها
در واقع و موقعیت لید در سه حالت بهترین و بدترین و میانگین میتونن مقایسهشون رو انجام بدیم. که توی بحث پیچیدگی الگوریتم ها ما موضوعی که مد نظرمون بود این بودش که وقتی یه الگوریتم رو تحلیل میکنیم بهترین حالت خیلی اهمیت نداره و بهتره یا لازم ما الگوریتم رو بریم توی بدترین حالت بررسی بکنیم، اگرم امکانش هست بریم توی حالت میانگین این کار رو انجام بدین. بعضی وقتا این تحلیل سخت میشه، پس اگر امکانش هست توی حالت میانگین الگوریتمتون رو تحلیل بکنین و این خیلی مناسب هستش این کار. مثلا شما اگر کویک سورت یادتون باشه که ما توی آموزش ساختمان داده و همچنین طراحی الگوریتم بهش پرداختیم، وقتی توی کویک سورت آرای مرتب شده بهش میدادیم رفتار بدترین حالت رو از خودش نشون میداد، بخاطر اینکه محور طوری قرار میگرفت که همه عناصر سمت چپ یا راست قرار میگرفتن و اون تقسیم داده ها به دو قسمت تقریبا مساوی انجام نمیشد و مرتبه اجرایی N2 میشد، در حالتی که ما توی مثلا حالت میانگین اوردر N log N رو برای کویک سورت داشتیم که میدونین که N زیاد بشه این N log N خیلی بهتر از N2 اون موقع خودشو خیلی خوب نشون میده. یا مثلا توی بحث همون مرتب سازی درجی ما اون معادله زمان اجرا که داریم یه سری ثابت ها داشت و وقتی که اندازه داده هامون زیاد میشه این مقادیر ثابت هامون تأثیرشون رو در واقع از دست خواهند داد. تابه های رشد. خب ما دیدیم که برای اینکه ببینیم که یه الگوریتم درجه خوبی داره یا نه میشه آهنگ رشد منحنی زمان اجراش رو بر حسب اندازه ورودیمون بررسی بکنیم و ببینیم که حالا این الگوریتم درجهش خوبه یا نه. اما اگه من بخوام دقیق تر بررسی بکنم، بررسیم دقیق تر باشه، چه کار میکنم؟ از تابه های رشد استفاده میکنم. تابه های رشد یک سری نمادهایی داریم که با اونها نمایش داده میشن، مثل او بزرگ، اومگای بزرگ و تتا، او کوچیک و اومگای کوچیک، که با این نمادها آشنا هستین. مثلا من میگم که الگوریتم هیپ سورت از مرتبه n log n و به این صورت می نویسم او n log n، میگم از مرتبه n log n هست و با اونو نشون میدم. یا مثلا مرتب سازی درجی تو بدترین حالت و هم تو حالت میانگین دقیقا از مرتبه n2، یعنی از مرتبه دقیق n2 هست. وقتی کلمه دقیق رو میارم می نویسیم تتای N2. یا اینکه مثلا ما میدونیم که هر الگوریتم مرتب سازی مقایسه ای از مرتبه اومگای N log N هستش و این در واقع نمادهایی هستن که من تابه‌های رشد رو میتونم با اونا نشون بدم. حالا همینطوری که میدونید مثلا نمادی مثل نماد او رو چطوری تعریف میکنیم یا نماد اومگا یا تتا. مثلا وقتی شما میگین که اف انی داریم که متعلق به یا با مساوی هم نشون میدن مساوی با او جی ان هستش، معنیش چی هستش؟ یعنی که آهنگ رشد تابع جی ان برای مقادیر بزرگ ان بزرگتر یا مساوی آهنگ رشد تابع اف ان هستش. به خاطر این جی ان رو کران بالای مجانبی اف ان میگن این جی ان کران بالای مجانبی هست برای اف ان. حالا شما اگه بخواید توی شکل این موضوع رو ببینید، اگر مثلا یک چنین نموداری ما داشته باشیم اینجا n باشد، حالا یک تابعی من میکشم که fn رو مثلا نشون بدهد، این fn و یه تابعی هم سبز رنگ میکشم که حالا تابع gn باشه که حالا در یه ضریب ثابتی هم ضرب شده باشد و مثلا به این صورت باشه که مشاهده میکنید این C GN هست
که اینجا رو اگه نگاه بکنید، از اینجا که نقطه مثل N0 به بعد هست، GN از FN بالاتره. یعنی ما میتونیم بگیم که FN کمتر مساوی C GN هست برای N‌های بزرگتر مساوی N0. و این تعریف FN مساوی OGN بودش که ما داشتیم، که FN هم البته بزرگتر مساوی 0 هست. این به این معنیه که یک ضریبی مثل C وجود داره و یه N0 هم وجود داره که به ازای هر N‌ی بزرگتر از N0 این رابطه‌ای که ما اینجا نوشتیم برقراره، یعنی FN از اینجا به بعد از CGN کمتره. قبلش رو نگاه کنی، بعضی وقتا FN بالاتره، بعضی وقتا GN بالاتره، یعنی اینا بالا پایینیشون هی تغییر کرده، اما از N0 به بعد دیگه همیشه شما می‌بینین FN زیر GN قرار گرفته و GN یک کران بالا برای FN هستش. همینطور شما میتونید نماد اومگا هم تعریف بکنید، خیلی شبیه این شما میتونید بنویسین FN مون حالا مساوی است با اومگای GN. این هم در واقع همینطوری میتونید شما تعریفش رو انجام بدید که اینجا میگین که معنیش اینه که آهنگ رشد جی ان برای مقادیر بزرگ ان کنتر یا مساوی آهنگ رشد اف ان هست. یعنی اینجا جی ان ما یک کران پایین مجانبی هستش برای اف ان، برای اف ان. و من اگه بخوام توی شکلم نشون بدم، اگه مثل همین شکل رو در واقع ما رسم بکنیم، ما یک تابع FN رو مثلا رسم میکنیم به این صورت و حالا یک GN هم میاییم با سبز رنگ رسم میکنیم که در یک ضریبی ضرب شده و حالا به این صورت این CGN هم داریم که از نقطه‌ای که مثلا اینجا باشد N0 می‌بینید که FN از CGN بالاتر قرار می‌گیره و این به این صورت تعریف میشه که FN مون بزرگتر مساوی CGN هستش و FN هم باز بزرگتر مساوی 0. یعنی این دوتا هر دو هم بزرگتر مساوی چی؟ صفر هستن که حالا نمی نویسیم. یعنی یک N0 وجود داره و یه C وجود داره که به ازای هر N بزرگتر از N0، همینطوری که می بینید FN از C در GN بزرگتر هستش. پس این CGN یک کران پایین مجانبی برای FN منظور میشه. این هم تعریف اومگای GN هستش. خب تابه‌های رشد و یه نماد دیگه هم داریم برای نشون دادنش و اون تتا هست که من وقتی میگم FN مون تتای GN هستش، معنیش اینه که برای مقادیر بزرگ N این آهنگ رشد F و G با هم یکیه، نه F از G جلو میزنه و نه G از F جلو خواهد زن. و من کلن بخوام تتای GN رو تعریف بکنم، میگم که مجموعه از FN به طوری که وجود داره دو ثابت C1 و C2 که مثبت هستند و یک N0 به طوری که به ازای هر N-ی که از N0 بزرگتر هستش، ما چی داریم؟ ما این موضوع رو داریم که این FNمون بین در واقع C1GN و C2GN قرار گرفته. به این صورت این رابطه برقرار هست که اینا همشون هم بزرگتر مساوی 0 هستن. این تعریف تتای GN هستش که اگه من بخوام توی شکلم حالا خیلی سریع نشون بدم، اگر مثلا یک تابع Fی ما داشته باشیم به این صورت، اون موقع من این C1GN و C2GN رو بخوام رسم بکنم به این صورت، مثلا اینجا C2GN هستش و از طرفی هم اینجا هم مثلا C1GN هستش که از یک N0 به بعد FN بین این دو قرار گرفته. مثلا از اینجا حالا دقیق تر میشه رسم کرد، توجه بکنید که FN مون کم بزرگتر مساوی C1GN و کمتر مساوی C2GN
هستش و ما این نماد رو براش استفاده میکنیم و میگیم که GN کران بسته مجانبی برای FN هستش و اینو پس ما کران بالا و پایین نمیگیم، میگیم G کران بسته مجانبی برای F و این نمادها رو ما در واقع استفاده می‌کنیم برای تابه‌های رشد که نمادهای او کوچیک هم و اومگای کوچیک هم داریم که اون نمادها میتونیم با تعریف حد هم اونا رو بررسی کنیم. نماد او کوچیک و اومگای کوچیک رو با هم بررسی بکنیم. وقتی شما میگین FN او کوچیک GN هستش منظور چیه؟ این معنیش اینه که برای مقادیر بزرگ N آهنگ رشد F از G اکیداً کمتره. یعنی حد اگر بگیریم از FN تقسیم بر GN وقتی N به سمت مثبت بی‌نهایت یا به سمت همون بی‌نهایت بره این حد برابر صفره. یعنی وقتی Nمون بزرگ میشه F از G رشدش چیه؟ اکیداً کمتر خواهد بود. و حالت اومگای کوچیک وقتی میگیم FN اومگای کوچیک GN هستش منظورمون اینه که برای مقادیر بزرگ N آهنگ رشد F از G اکیداً بیشتره. یعنی حد اگر بگیریم از چی؟ از FN تقسیم بر GN وقتی N به سمت بی نهایت میره برابر بی نهایت خواهد شد. پس کلمه اکیداً رو اینجا استفاده میکنیم و ما توی نمادها هم وقتی میخواییم در واقع خلاصه گذاری کنیم او بزرگ رو معادل کوچکتر مساوی میبینیم، اومگای بزرگ رو معادل بزرگتر مساوی، او کوچک رو برابر کوچکتر و اومگای کوچک رو برابر بزرگتر در نظر میگیریم. مثلا من یک رابطه مینویسم، مثلا مینویسم N به توان 2/2 مساوی است با اومگای N. این رابطه درسته؟ بله درسته، چون اگر این FN من باشد و N هم GN من باشه اگر از N 2/2 تقسیم بر N حد بگیرم وقتی N به سمت بی‌نهایت میره بی‌نهایت میشه. این الان اگر شما حد بگیرید شود حد از N تقسیم بر 2 در بی‌نهایت که میشود بی‌نهایت. شما دارید میبینید که آهنگ رشد N به توان 2/2 از N اکیداً بیشتره دیگه. این N2 این N دیگه خیلی واضح هستش. و حالا این نمادهایی بود که ما به کمک اون تابه‌های رشد رو میتونستیم نشون بدیم. تابه‌های رشد رو من اگه بخوام با هم مقایسه بکنم میام خواستشون رو در نظر میگیرم. خاصیت‌هایی که ما داریم خاصیت‌هایی مثل تراگذاری داریم، خاصیت بازتابی داریم، خاصیت تقارن داریم، خاصیت تقارن ترانهاده هم داریم، همینطور که اینا رو مفصل توی درس طراحی الگوریتم خدمتتون گفتم. مثلا هر 5 تا نماد این خاصیت رو دارن. برای بازتابی چه نمادهایی؟ او بزرگ و اومگا و تتا خاصیت بازتابی دارن. تقارن فقط نماد تتا تقارن داره و تقارن ترانهاده هم برای او اومگا و او اومگای بزرگ و او اومگای کوچیک برقراره. مثلا بحث تراگذاری وقتی من میگم FN هم مثلا FN اومگای GN هستش و همچنین GN من اومگای HN هست، از این دوتا میتونم نتیجه بگیرم F اومگای جیه، جی اومگای اچه، پس نتیجه میتونیم بگیریم که اف اومگای اچ هستش که برای هر 5 تا نماد این خاصیت تراگذاری برقرار. حالت بازتابی هم من میتونم بگم اف ان مثلا او اف ان هستش، یعنی هر کی با خودش این رابطه او یا اومگا یا تتا رو میتونه داشته باشه. یا برای تقارن، تقارن به معنی اینه که اگر افی داشته باشیم که تتای جی باشد وقت بتونیم نتیجه بگیریم که جی هم تتای اف هست. میبینیم که برای 5 تا نماد فقط برای تتا این خاصیت برقرار هست. این بازتابی بود، این تقارن بود و این هم تراگذاری. تقارن ترانهاده هم اینه که وقتی اف انی داشته باشیم که مثلا باشد او جی ان
اون موقع ما در واقع شرط لازم و کافی برای که این رابطه برقرار باشه اینه که GN مون هم باشد اومگای FN، طبیعیه دیگه. از شرط لازم کافی برای که F کوچکتر مساوی G باشد اینه که G بزرگتر مساوی F باشد. این خاصیت خاصیت تقارن ترانهاده هستش که ما این مقایسه های تابهای رشدم خیلی سریع اینجا براتون یک مروری داشتم. روش های تحلیل الگوریتم ها. الگوریتم ها رو به دو دسته اصلی میتونیم تقسیم کنیم. یک، الگوریتم های ترتیبی. دو، الگوریتم های بازگشتی. الگوریتم های ترتیبی الگوریتم هایی هستن که بازگشتی نیستن، الگوریتم های سکوئنشیال. و من میخوام در رابطه با تحلیل این الگوریتم های ترتیبی و بازگشتی یه مختصر توضیح بدم ببینیم چطوری کار میکردیم. الگوریتم های ترتیبی معمولا با شمارش تعداد دفعات اجرای دستوری که بر حسب N بیشترین بار اجرا میشه تحلیل میشه، اما زمان اجرای الگوریتم بازگشتی رو با رابطه های بازگشتی بیان میکنیم که در رابطه با رابطه های بازگشتی هم یه مختصر توضیح اینجا خدمتون میدم. ابتدا در رابطه با الگوریتم های ترتیبی صحبت داشته باشیم. اگر من یه الگوریتم ترتیبی به شما بدم مثل مرتب سازی حبابی و بگم این رو تحلیل بکن، شما میخواین زمان اجراش رو پیدا بکنی، بعد فرض بکنی، یعنی میای فرض میکنی در اینجا که چی؟ اجرای هر دستور ساده‌ای، سیمپل استیتمنتی، به یه زمان ثابتی نیاز داره. پس بخاطر این اگر چند دستور ساده پشت سر هم باشن در کل یک زمان ثابتی نیاز داره. یعنی شما در نظر بگیرید که یک برنامه‌ای دارید به نام مرتب سازی حبابی، بابل سورت، که باش آشنا هستین چطوری عمل مرتب سازی رو انجام میده رو آرایه مثل X، میاد کار میکنه، میاد طول آرایه رو پیدا میکنه و توی N قرار میده، پس لن آرایه X رو میذاره توی N و بعد به کمک یک حلقه‌ای که این حلقه ما از مثلا یک هستش تا مقدار N منهای یک، عمل مقایسه‌ای رو انجام میده که دو تا حلقه تو در تو هستن، حلقه بعدیمونم جیمون از N هستش تا وقتی که بزرگتر از آی به اضافه یک هست مقدار کاهش روش انجام میشه و داخل این دوتا فور یه ایف داریم که اگر خونه جیوم بزرگتر از خونه جیمین های یکم باشد میایم سواب میکنیم این دوتا خونه رو و سواب میشه ایکس جی و ایکس جی منهای یک، که من دیگه حالا وارد مرتب سازی حبابی نمیشم، شما احتمال زیاد این الگوریتم رو بلد هستین. من اگر بخوام این مرتب سازی حبابی رو که برای مرتب کردن یه آرایه ایکس که n تا عضو داره پیاده بکنم، دقت بکنیم من این تی n رو که برای این در نظر میگیرم بخوام مشخص کنم، دو تا سیگما میذارم و یه او یک مینویسم که زمان هر مقایسه و تعویض رو ثابت در نظر گرفتم و در بدترین حالت تعداد دقیق مقایسه ها و حد اکثر تعداد تعویض ها از این رابطه مشخص میشه که این سیگمای اولمون روی آی هستش که از یک هستش تا N و سیگمای دوممون هم روی جی هست که از آی به اضافه یک هست تا N، به این صورت کار میکنه. و حالا این رو اگر حل بکنیم تتای N2 خواهد شد. این برای چه حالتی بود؟ خدمتون گفتم در بدترین حالت تعداد دقیق مقایسه ها و حد اکثر تعداد تعویض ها از این رابطه پیدا میشه. چه وقت بدترین حالت رخ میده؟ وقتی که آرایه‌مون عناصرش مثل هم نیستش و برعکس مرتبه، مثلا اعداد از بزرگ به کوچیک رو میدم و میخوام برام از کوچیک به بزرگ مرتبش بکنه. حالت خوبش هم اینه که آرایه از قبل مرتب باشه و وقتی هم آرایه از قبل مرتبه تعویضی ما نداریم و اون وقت مرتبه ON میشه و این تحلیلیه که برای مرتب سازی حبابی خواهیم داشت و یک الگوریتم ترتیبی محسوب میشه. و اگر بخوام یک الگوریتم بازگشتی رو خدمتون مثلا یادآوری کنم، بحث مثلا مرتب سازی ادغامی یا مثلا برج های هانوی هستش که
ما 3 تا برج داشتیم که روی برج اول انتا مهره داشتیم، از بزرگ به کوچک مرتب بودن و من می‌خواستم اینها رو با یک سری شرایط منتقلش کنم به برج سوم، برج اول و برج دوم و برج سوم، طوری که هر بار فقط یک مهره رو میتونستم جابجا کنم و همچنین مهره کوچیک نباید زیر مهره بزرگ قرار بگیره. برای این کار ما منطقی که داشتیم می بود که اگر انمن های یکی از این مهره ها رو به صورت بازگشتی روی برج دوم قرار بدیم و بعد این مهره بزرگ که اینجا هستش رو به برج سه ببریم و بعد این انمن های یک مهره که روی برج دو هست رو روی اون قرار بدیم، این کار انجام شده که این مرحله در واقع اولش بود، این مرحله دوم و این مرحله سوم بود که این مرحله یک و سه به صورت بازگشتی دوباره بود. یعنی من اگر بخوام برج هانوی رو برای شما تابش رو بنویسم، ان تا مهره داریم که میخوام از میله A به میله C ببرم به کمک میله B. A و B و C مثلا اینجا هستن، حالا به جای 1, 2, 3 میتونم A, B, C رو قرار بدم یا همون 1, 2, 3 هم مهم نیستش، الگوریتمی داریم برخورد میکنیم و اینجا میگیم که اگر Nمون یکی باشه، یعنی کلن یه مهره داشته باشیم، خب کار خیلی راحت هستش. چه کار میکنیم؟ اون رو موو میدیم از کجا به کجا؟ از A به C به راحتی قرار میدیم. اگر این مبدا باشد و این مقصد، این بی کمکی ما خواهد. و اگر اینطوری نباشه، در غیر این صورت ما این سه مرحله رو باید انجام بدیم. دوباره در مرحله یک تابع هانوی بازگشتی صدا زده میشه برای انمن های یک مهره که باید اینها از میله A به میله B منتقل بشن. این اولی مبدا، دوم مقصد، وسطی میشه کمکی. در مرحله دو هم یک میله رو موو میکنیم، یک حرکتی ما داریم که از A به C در واقع منتقل میشود و در نهایت هم دوباره هانوی رو صدا میکنیم برای انمن های یک مهره که مهره های ما که توی B هستن رو میذاریم توی C به کمک A. و این میشه تابع هانوی که وقتی من اینو میخوام تحلیل بکنم، اینجا میام میگم که تی انی که ما داریم اگر انمون یک باشد برابر یک خواهد شد، یعنی برای یک مهره یک حرکت دارم، در غیر این صورت برای غیر از یک مهره، بیشتر از یک مهره، یک تی انمن های یک در مرحله اول دارم، یک حرکت یه دونه ای در مرحله دوم دارم و یک تی انمن های یک هم برای مرحله سوم خواهم داشت. و این رو به این صورت هم میشه نوشت، دو تی انمن های یک به اضافه یک که این میشه رابطه بازگشتیمون برای برج هانوی. یک رابطه بازگشتی ریکرسیو ما نوشتیم که با روش‌های حل رابطه بازگشتی میتونیم به این نتیجه برسیم که جواب این رابطه هست 2 به توان n-1. و حدسش هم البته راحت بودش. مثلا شما الان اگه 3 مهره داشته باشید، 2 به توان 3 8 با 7 حرکت میتونین انتقال رو انجام بدی. همینطور ما اینا رو خیلی تحلیلای دقیق و مثال رو کامل بررسی کردیم تو آموزش‌های دیگه‌مون. اینجا فقط خواستیم بگیم که الگوریتم بازگشتی رو وقتی می‌خوایم تحلیل کنیم، براش یه رابطه بازگشتی می‌نویسیم و این رابطه بازگشتی رو که نوشتیم، حالا باید با یک سری روش‌های حل کنیم تا به جوابمون برسیم. و برای مرتب سازی ادغامی، برای مرتب سازی سری، همه این مسائل و تحلیل‌ها رو انجام دادیم. و برای حل رابطه‌های بازگشتی روش‌هایی داریم که این روش‌ها یکیش حدس و استقراء، یکیش تکرار با جایگذاری، یکیش درخت بازگشته و یکیش قضیه اصلیه. و ما رابطه‌های بازگشتی البته همگن و غیر همگن هم داریم که همه اینها رو آموزش کاملی ما داشتیم در درس طراحی الگوریتم‌ها. خب ما کلن اگر یه الگوریتمی رو من به شما بدم و بگم مرتبه زمانیش چقدره، این الگوریتم ترتیبی باشه، شما همونطور چشمی میگین که میدونم که اون قسمتی از برنامه که بیشترین زمان رو میگیره، زمان اجرای اون الگوریتم رو مشخص میکنه. شما یه الگوریتمی رو در واقع خدمتتون من دادم، از مثلا
سه قسمت تشکیل شده، این الگوریتم ترتیبی، و میبینید که این از مرتبه N، این از مرتبه N2، این از مرتبه لوگ N، و میگین کلن برنامه از مرتبه چی هستش؟ اون که بزرگتره، این N بود، این N2 بود، این لوگ N، کلن میگین از مرتبه N2 هستش. چون ما همیشه توی تابه‌های رشد بدترین حالت مد نظرمون هست. اما این موضوع، این بررسی که ما داشتیم، کران بالا رو به ما میده و با نماد O نشون میدیم. اگر بخوام نماد تتا رو استفاده کنم، یعنی پیچیدگی دقیق رو پیدا بکنم، باید برم سراغ روش‌های دیگه‌ای که بهش میگیم روش سرشکنی. روش سرشکنی موضوعیه که من میخوام توی آموزش ساختمان داده پیشرفته بیشتر بهش بپردازم. موضوعات دیگه که من حالا به طور مقدماتی گفتم در درس‌های ساختمان داده مقدماتی و الگوریتم شما باشون آشنا شدین. در تحلیل سرشکن اول من خدمتتون اینو بگم که یه دفعه هستش که در یعنی مواردی هستش که شما با دنباله ای از اعمال روی ساختمان داده سر و کار دارید. مثلا ساختمان داده مثل پشته دارید و دنباله ای از عملیات پوش و پاپ و مثلا مولتی پاپ، یه عملیه که میتونه چند تا عنصر از پشته بیاره بیرون، سر و کار دارید. خب این موارد، مثلا یه مورد اینه که هزینه برخی از اینها، یعنی مثلا پوش و پاپ و مولتی پاپ، یکیشون رو مثلا یا برخیشون در یک مواردی زیاده، مثلا مولتی پاپ هزینه زیاده، اما تعدادشون به نسبت کمه. این موقع ما میریم سراغ تحلیل سرشکن. یا هزینه اونها کمه اما تعدادشون زیاده، یا انجام یه عمل که هزینه زیادی داره موجب میشه تا همون عمل در مراحل بعد با هزینه کمتری انجام بشه. تو این موارد هزینه یه عمل در بدترین حالتی زیاده، اما اگر مجموع هزینه ها رو برای همه اعمال موجود در دنباله حساب بکنیم و بر تعدادشون تقسیم بکنیم، یه هزینه معقول تری نسبت به هزینه در بدترین حالت پیدا میشه که به این هزینه معقول تر میگیم هزینه سرشکن شده، و به این روشی که ما این هزینه رو پیدا کردیم میگیم تحلیل سرشکنی. در تحلیل سرشکن شده، زمان مورد نیاز جهت انجام یک سلسله از اعمال ساختمان داده‌ای روی تمام اعمالی که انجام شدن میانگین گرفته میشه. هزینه سرشکن شده هر عمل در یک ساختمان داده برابر با چی هستش؟ میانگین هزینه بدترین حالت اون عمل در دنباله ای از اعمال مختلف بر روی اون ساختمان داده، و مجموع هزینه های سرشکن شده این عمل کران پایین جمع هزینه های واقعی این عمل هستن. حالا این موارد که من اینجا گفتم تو این اسلاید و اسلاید قبل رو یه مقدار جلوتر که بریم و مثال بررسی بکنیم بیشتر براتون جا میافته. کلن بین هزینه سرشکن شده و هزینه میانگین یه عمل تفاوتهایی وجود داره. توی هزینه میانگین فرض بر اینه که ورودی با یه تابع توزیع مشخصی ظاهر میشه و به ازای هر ورود الگوریتم هزینه قابل محاسبه داره، و میانگین این هزینه ها برابر هزینه میانگین اون عمل بر روی ورودی با تابع توزیع داده شده است. اما در تحلیل سرشکنی توزیع داده نداریم. هزینه هر یک از اعمال موجود در دنباله اعمال رو در بدترین حالتش در نظر میگیریم و دنباله اعمال رو در بدترین حالت فرض میکنیم. میانگین کارایی هر عمل در بدترین حالت رو این تحلیل سرشکنی برای ما ضمانت میکنه. و برای تحلیل سرشکن سه روش معروف داریم. یک روش به نام جمعی یا انبوه است، یک روش حسابداری داریم یا بانکی، و روش تابع پتانسیل رو داریم که من اینا رو توضیح میدم. برای هر کدوم هم مثال هایی رو عنوان خواهم کرد تا این مبحث تحلیل سرشکن رو براتون توضیح بدم. یه دیدی بخواین در ابتدا داشته باشین، در روش جمعی جمع هزینه های اعمال رو محاسبه میکنیم، بعد به تعدادشون تقسیم میکنیم. در روش حسابداری به ازای هر عمل مقداری پول پرداخت میکنیم، از این مقدار مبلغی صرف و انجام عمل میشه و بقیه رو به مخزن پول اضافه میکنیم.
اگر مقدار پول پرداختی برای انجام عمل کافی نبود، از مخزنمون برمی‌داریم. اگر مخزن هیچ وقت کمبود پول نداشته باشه، میزان پول پرداختی برای هر عمل با هزینه سرشکن شدهش متناسب هست و روش پتانسیل هم میاد روش حسابداری رو به صورت ریاضی بیان میکنه، یعنی مخزن پول و میزان پول پرداختی برای هر عمل با فرمولای ریاضی بیان میشه. ما پس میخواییم تحلیل سرشکنی رو ابتدا با روش جمعی انجام بدیم تا کمی با مفهوم تحلیل سرشکن آشنا بشیم. روش تحلیل جمعی یا انبوهه اولین روش تحلیل سرشکنی که خدمتون توضیح میدم. برای که با این روش آشنا شیم سه مثال معروف رو که تو کتاب CLRS اومده خدمتون عرض میکنم. اولین مثالمون پشته‌ایه که عملی داره به نام حذف چنگانه یا مولتی پاپ، یعنی علاوه بر این که پوش و پاپ میشه توش انجام داد، میشه عمل مولتی پاپ هم انجام بدیم. ببینید، فرض کنید که بر روی پشته S علاوه بر اعمال عادی پوش و پاپ عمل مولتی پاپ هم انجام میشه. حالا این مولتی پاپ چطوری کار میکنه؟ این عمل مولتی پاپ پارامتر کا رو میگیره و کا عنصر بالای پشته رو حذف میکنه. یعنی به جایی که یه دونه یه دونه با پاپ حذف کنیم، میتونیم مثلا کا تا کا تا حذف کنیم. اگر تعداد عناصر پشتمون از کا کمتر بود، همه عناصر رو حذف میکنه. دنبال اینم که هزینه سرشکن شده برای هر کدام از اعمال پیدا کنم. یعنی ببینم برای پوش و پاپ و مولتی پاپ هزینه‌ام چقدره. خب مولتی پاپ رو با یه مثالی توضیح بدم. یه پشته‌ای به نام S من دارم که توش مثلا اعداد 8، 2، 6 و 5 هستش. من عمل مولتی پاپ رو با پارامتر کا 2 انجام میدم. خب دو عنصر بالای پشتم حذف میشه. این روالشه. پشته ای S رو دارم که میگم کام میخوام 2 باشه، یعنی دوتا عنصر 5 و 6 رو میخوام برام بیرون بندازه، پشتم بشه 82. میگه تا وقتی که پشتم خالی نشده و کام 0 نشده، پاپ کن کارو کم کن. کا که 2 هستش باعث میشه 5 از پشت بیاد بیرون و کا بشه 1. دوباره 6 از پشت بیاد بیرون و کا بشه 0 و چون شرط دیگه برقرار نیستش، پشته در واقع به این صورت تبدیل میشه. حالا دوباره اگه مولتی پاپ رو صدا بکنم با کا مثلا 5، خب اینجا تعداد عناصر پشتم 2 تاست و اینجا میگم 5 تا عنصر بالای پشته رو بیار بیرون. خب بی‌معنیه دیگه، فقط کلن میاد کل عناصر پشته رو برام میاره بیرون. پس اگه تعداد عناصر پشتم از کا کمتر بود، همه عناصر حذف میشه، همه رو حذف میکنیم. اگه کا رو 5 بدم، میگه تا وقتی پشته خالی نشده و کا هم 0 نشده، پاپ کن کا رو کم کن. اول 2 میاد بیرون، کا میشود 4، بعد 8 میاد بیرون، کا میشود 3، و حالا پشت خالی شده. درسته کامو صفر نشده، اما پشت خالی شده و این حلقه تمام میشه، به این صورت تبدیل میشه. خب مرتبه اجرایی این روال مولتی پاپ به نظرتون چقدر هستش؟ مرتبهش از تتای مینیموم این عدد کا هست و سایز پشته‌ای که داریم، به این صورت مرتبه مشخص میشه. خب الان خیلی واضحه دیگه، اگر کا هم 2 باشه، 2 عنصر میاره بیرون. اگر کا هم از تعداد عناصر پشته، یعنی از سایز پشته بیشتر باشه، به تعداد عناصر پشته میاره بیرون. یعنی بین این دوتا مینیموم میگیره. اینجا سایزمون 4، کامون 2، 2 آورد بیرون. اینجا سایزمون 2، کامون 5، 2 آورد بیرون. یعنی مینیموم سایزه و کاه تعداد عملیاتی که هر بار انجام میشه. خب وقت در بدترین حالت هم اوردرش می شود N دیگه، درسته؟ و حالا این N تا دنباله من از اعمالم رو در نظر بگیرم، وقت میگم که پس هزینم در کل می شود N2 دیگه. وقتی هزینه مولتی پاپ N باشه و من یک دنباله ای از N تا از این عملیات رو در نظر بگیرم، هزینه میشه N2. این نتیجه گیری درسته، اما دقیق نیستش و من به روش تحلیل جمعی به یک نتیجه درست میرسم و به این صورت کار میکنم. یعنی من میخوام هزینه سرشکن شده رو پیدا بکنم برای هر کدوم از این عملیات ها. ببینین، پوش که میکنیم یه عنصری توی پشته، هزینهش 1. پاپ هم انجام میدیم، هزینهش 1.
مولتی پاپ هم که دیدین هزینهش به این صورته. خب درسته مولتی پاپ هزینهش زیاده، اما ما این عمل در یک دنباله داریم که همش مولتی پاپ نمیتونه باشه، بالاخره باید عنصری درج بکنیم که بعدن حذفش بکنیم دیگه، و این درست نیستش که اینطوری تحلیل بکنیم. این تحلیلی که اینجا داریم یک تحلیل دقیقی نیستش. پس ما چطوری تحلیل بکنیم؟ میگیم که شما فرض کنید که n تا عمل دارین و حد اکثر اگر همه این عملاتون هم پوش باشه، اون وقت n عنصر خواهید داشت. حد اکثر n عنصر دارید. و اینم مشخصه که هر عنصری که تو پشت هست دقیقاً چند بار درج شده؟ دقیقاً یک بار عمل درج روش انجام شده دیگه، درسته؟ چند بار حذف شده دلیل نداره پشت آخرش خالی باشه دیگه، پس حد اکثر یک بار حذف شده. حالا این حذفه میتونه با پاپ باشه یا مولتی پاپ. خب اینا واضحه. حالا با توجه به این موضوع اگر در مجموع حد اکثر دو این بار درج و حذف عادی انجام بشه، پس به این صورت که در مجموع حد اکثر دو این مرتبه دو این بار عمل درج و حذف عادی انجام بشه، و هزینه هر کدوم از اعمال پوش و پاپ هم که میدونیم او یکه، پس هزینه در واقع کلمون میشه دو این ضرب در یک تعداد عناصرمون، تعداد این عناصرمون.